آشقان راستین ایران زمین درود بر شما به دومین برنامه خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید در دقایق پیش رو و در این بسته خبری با دو عنوان خبری و تحلیلی بر آن دو عنوان در خدمت شما هستیم تخلیه فوری نیروهای سپاه قدس از سوریه بمباران زیرساخت های ارتش سوریه توسط اسرائیل جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بالا گرفته است رد صلاحیت امنیتی ترین چهره های سالهای اخیر اما قبل از مشروع این اخبار از شما همراهان همیشگی و وفادار کانال آوای ایران میخواهیم زیر این ویدیو نظرات خودتون رو در ارتباط با رسانه آوای ایران به فارسی و انگلیسی کامنت کنید ما به حمایت شما دلگرمیم در ادامه و قبل از مشروع این اخبار بشنوید پیام یک هموطن در ارتباط با فراموش نکردن یاد و آرمان جاوید نامان وطن مزار محمد قبادلو دقیقا شاید 20 متر این برتر از مزار آرمیتای عزیز آرمیتا گراوند مطمئنم که رژیم تعمدن این کار رو کرده و مزار محمد رو اینجا قرار داده که در دید اون دوربین های امنیتیشون باشه متاسفانه ما به هر دلیلی کاری از دستمون بر نیومد برای محمد و آرمیتا اما میتونیم با اومدن به سر مزارشون لاقل به بخ... خانواده هاشون بفهمونیم که ما بچه هاشون فراموش نکردیم نه تنها محمد آرمیتا هیچ کدوم از جاوید نامای وطن رو فراموش نمی کنیم و دادخواه خونشون هستیم و مطمئنم که یک روزی رژیم باید بابت تمام این جنایاتی که کرده بابت تک تک این جنایاتی که کرده باید جواب پس بده تخلیه فوری نیروهای سپاه قدس از سوریه بمباران زیرساخت های ارتش سوریه توسط اسرائیل ساعتی پیش منابع خبری در سوریه اعلام کردند که نیروهای سپاه قدس و حزب الله به سرعت در حال تخلیه پایگاه های خود در سوریه هستند گفته شده تمامی محموله های مهم تسلیحاتی و پهبادی انتحاری ایران از پایگاه هوایی تی چهار سوریه خارج شده است کارشناسان نظامی بر این باورند بعد از حمله مستقیم ارتش آمریکا به این پایگاه هوایی در سوریه هدف بعدی تأسیسات پهبادی سپاه در جنوب ایران خواهد بود. از سوی دیگر و در خبری بسیار مهم، ارتش اسرائیل در اقدامی کم سابقه خبر داد که هواپیماهای جنگی این کشور بامداد چهارشنبه در پاسخ به شلیک موشک از سوریه زیر ساخت های ارتش سوریه را هدف قرار دادند. هرچند ارتش اسرائیل بارها گفته است که با تقویت حضور نیروهای مرتبط با ایران در سوریه مقابله می کند، پیش از این کمتر سابقه داشته که مسئولیت حملات هوایی مشخص به خاک سوریه را به عهده گرفته و آن را رسما اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه ی ارتش اسرائیل که روز چهارشنبه 11 بهمن منتشر شد آمده است شب گذشته پرتاب تعدادی موشک از سوریه به سمت بخش جنوبی بلندی های جولان شناسایی شد که در پاسخ جنگنده های اسرائیلی شبانه زیرساخت های نظامی رژیم سوریه را در منطقه در بمباران کردند. این بیانیه جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات ناشی از این حملات هوایی به جنوب سوریه ذکر نکرده است در طول بیش از یک دهه جنگ داخلی در سوریه صدها حمله هوایی منتصب به اسرائیل در این کشور انجام شده که عمدتا نیروهای مورد حمایت ایران و همچنین مواضع ارتش سوریه را هدف قرار داده است از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشود چنین حملاتی تشدید شده است روز دوشنبه نیز در حمله منتصب به اسرائیل در سوریه هشت نفر از جمله جنگجویان طرفدار ایران کشته شدند. رسانه های ایران هدف این حمله را مرکز مستشاری ایران در دمشق توصیف کردند. روز چهارم دی در پی حمله به ساختمانی در دمشق رضی موسوی که رسانه های ایران او را از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کردند کشته شد. رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی نوشتند که او از دهه 1370 مسئول پشتیبانی و لوجستیک نیروی قدس سپاه در سوریه بوده و نقش مهمی در حفظ حکومت بشار اسد بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه داشته است. چهار هفته پس از آن حمله در روز روشن منتصب به اسرائیل به یکی از محله های شهر دمشق انجام شد که طی آن ساختمان محل مستشاران ایرانی با خاک یکسان شد. ساعتی بعد سپاه پاسداران در بیانیه رسمی از مرگ چهار نیروی ایرانی در این حمله خبر داد. دو مقام عالی رتبه سپاه قدس در میان آنها بودند. در همین رابطه شاهزاده رضا پهلوی در یک سخنرانی در یک موزه در لس آنجلس با انتقاد از مماشات غرب با جمهوری اسلامی بر ضرورت حمایت بیننبلری از خیزش انقلابی مردم ایران تاکید کرد. او گفت جمهوری اسلامی در حالی به تخریب منطقه ادامه می دهد که مردم کشورهای منطقه بهای به این مماشات را می پردازند. او در این سخنرانی گفت اکنون همه به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی باید ساقط شود اما این هدف نیازمند روی کرده دو مسیر است که یک طرفش فشار حداکثری بر رژیم و طرف دیگر حمایت حداکثری از مردم ایران قرار دارد شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی علیه هر دو ملت ایران و اسرائیل جنگ به راه انداخته است و گفت رژیمی که کشورهای غربی به دنبال مماشات با آن هستند با استفاده از گروههایی مانند حماس حزب الله و حوسیها به تخریب منطقه ادامه می دهد. او این مماشات را عامل حمله به پایگاه های آمریکایی در کشورهای منطقه دانست. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بالا گرفته است. رد صلاحیت امنیتی ترین چهره های اخیر. روزنامه کیهان خبر داد برخی دیگر از چهره های برجسته امنیتی حکومت ایران مانند حیدر مسلحی، وزیر پیشین اطلاعات و حجت الاسلام طائب برای انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شدند. چهرهای امنیتی جمهوری اسلامی قربانیان تازه شورای نگهبان در جریان رد سلاحیت ها هستند. این روزنامه مشخص نکرد منظور از حجت الاسلام طائب حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است یا برادر او مهدی طائب رئیس قرارگاه امار اما سایت مشرق نزدیک به نهادهای امنیتی و اصولگرایان تون رو ثبت نام حسین طائب برای انتخابات مجلس خبرگان را تکذیب کرد و در خبری با انتشار عکسی از او نوشت یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مشرق اعلام کرد آقای طائب در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام نکرده است کیهان رسانی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 11 همه بهمن در ستون کیهان و خوانندگان خود نوشت رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان تنها مختص به حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی نبوده است به گفته این روزنامه شورای نگهبان حتی افراد منتسب به جریان اصولگرا مانند مسلحی طائب و مصطفی پور محمدی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز را رد صلاحیت کرده است. پور محمدی از سال 1370 و به مدت بیش از یک دهه معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و پس از آن در سال 1381 به عنوان رئیس دفتر گروه سیاسی اجتماعی دفتر علی خامنه ای منصوب شد. او مدتی نیز به عنوان وزیر کشور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور فعالیت کرد. نام مصطفی پور محمدی با هیئت مرگ و اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی در سال 1367 گره خورده است. کیهان به رد صلاحیت کازم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و مرتزا آقا تهرانی، نماینده مجلس و از رهبران جبهه پایداری در دوره قبلی انتخابات مجلس خبرگان اشاره کرد و نوشت این افراد همگی به نظر شورای نگهبان احترام گذاشتند. این روزنامه با انتقاد از واکنش حسن روحانی به رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی را به جنجال و زیر سوال بردن ساختارهای قانونی کشور متهم کرد. روحانی روز چهارم بهمن با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را سراحتا اعلام کنند. ما اگر از انتخابات پس کشیدیم یعنی به این نقطه اگر ما برسیم بگیم انتخابات دیگه تاثیر نداره همونی که شما میگید اکثریت جامعه هم همین عقیده دارن الان هم بریم نظرسنجی کنیم و از مردم بپرسیم حتما اکثریت جامعه میگن آقا انتخابات اصلا یعنی چی گذشت دورش اصلا این دوره تمام شد و بنابراین الان زمان انتخابات نیست بحث انتخابات اصلا برای چی میکنی بعضی عصبی میشن من با دوستانم مشورت میکردم برای اینکه ثبت نام کنم بعضی ها واقعا اونچنان عصبانی میشدن که تحمل نمیکردن حرف منه میگفتن آقا این چه حرفی آقا چرا با ما مشورت میکنی؟ برای چی میخوای برید نام کنی؟ مگه تو امیدی داری؟ خب بله یعنی خیلی سخته خیلی سخته و من اولین بار میبینم اقلیت حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارن یه اولین باره اقلیت حاکم میخواد انتخابات خلوت باشه کسی نره پای صندوق اکثریت مردم هم نمیخوان برن پای صندوق این هم هم فکر میکنن حالا اون ضد انقلاب هم همین میخواد خلوت باشه حالا هر کدام به یه دلایلی با یه زاویه خودشون دارن میبینن اون اقلیت حاکم میگه خلوت باشه برای اینکه ما بقای ما در خلوتی صندوق صندوق شلوغ بشه ما نیستیم یعنی کاملا به این نتیجه رسیدن که انتخابات پرونق پایان اون پیروزی این اقلیت نیست این دیگه یقین پیدا کردن در بخشی از این بیانیه آمده است آنان که با انگیزه های سیاسی دست به رد صلاحیت این جانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگذاران صدیق و دلسوز کشور را رو دارند. روحانی خود از چهره امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می رفت. او به مدت 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار است روز 11 اسفند برگزار شود. در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استثوابی شورای نگهبان مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی بیوقفه و 24 ساعته سعی در تهیه بهترین و بروسترین برنامه های خبری رو برای شما دوستان عزیز داره. روز و روزگار بر همگی خوش پاینده ایران.